مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا در خصوص طیف وسیعی از موضوعهای دو جانبه و بین المللی تبادل نظر کرد. گیتاریان گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا ابتدا با نخست وزیر ایتالیا و سپس وزیر خارجه اون کشور ملاقات کرد. در پایان در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای خود موضوعهای مطرح شده را برشمردند. مقابله ایتالیا با کووید 19 و کمک آمریکا در این راستا. بازرگانی و سرمایه گذاری قابل توجه میان دو کشور، عمل به تعهدات مشترک دو کشور در قالب همکاری های دو سوی آتلانتیک، حل مشکل لیبی، نقش روسیه در اروپا و جهان و ونزوئلا از جمله موضوع های گفتگو بودند. وزیر خارجه آمریکا ریسک روابط تجاری با چین را هم گوش زد کرد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در سمپوزیوم واتیکان با عنوان پیشبرد و دفاع از آزادی مذهب از طریق دیپلماسی سخنرانی کرد. او از چین به عنوان بدترین کشور در این زمینه اسم برد و علت اون رو هم حزب کمونیست اون کشور دونست که به گفته او خود رو والاترین مقام اخلاقی میدونه. آقای پامپئو علاوه بر اویغورها پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحیان را هم گفت که اذیت میشن و خواست که رهبران مسیحی به دفاع از همکیشان خود در عراق، کره شمالی و کوبا برخیزند. گیتا آریان، صدای آمریکا.